به تماشای یکی از شاهکارهای ویلیام وایلر خواهیم نشست که برخلاف فیلم‌های پر زرق و برق همیشگیش، این بار قصه‌ای پر تب و تاب داره. فیلمی با بازی سه زن برنده اسکار، اودری هپبرن، شرلی مکلین و فی بایتر. اثری پیشگام در حوزه مسائل لزبیان ها و همجنسگرایان که پس از گذشت 62 سال همچنان میشه حرف های تازه‌ای بین خطوطش پیدا کرد. درامی با لایه های رومانتیک و پایانی تراژیک که نقش دروغ و فتنه کودکان در پیشبرد قصه‌اش خیلی پررنگه. The exact truth. Oh, yes, cousin Joe. البته ساعت کودکان فیلمی درباره لزبیان ها نیست، بلکه از یک سو قضاوت و سرزنش های اجتماعی رو هدف قرار میده و از دیگر سو به خودخواهی و بدبینی و بدگویی میپردازه، تا جایی که مخاطب ممکنه در پایین فیلم به این نتیجه برسه که برای دوری از این مشکلات اجتماعی بهتره تنهایی رو انتخاب کنه. فیلم از مهمونی شادی شروع میشه و همون ابتدا دوربین قهرمانهای اصلی رو به ما نشون میده. دو زن جوون صحنه رو با لبخند زیر نظر دارن و خیلی زود میفهمیم که اونها معلمها و گردانندگان مدرسه شبانه روزی خصوصی دخترانه کوچیکی هستن که قرار محیطی امن برای کودکان خانواده های مرفع شهری در آمریکا رو فراهم کنن. اما مسئله اصلی فیلم چیزی که در کلاس ها تدریس میشه نیست و ما خیلی زود به روابط افراد کشیده میشیم. کارن با بازی اودری هپبرن دوست پسری داره به نام جو که معمولا به اونها سر میزنه، اما در این شب به خصوص به نظر میرسه مارتا چندان از حضور ناگهانی او راضی نیست و از اینکه شیفت یک شنبه شب بیمارستان رو برای سر زدن به اونها جابجا کرده حتی عصبیه. به نظر میاد چیزی مارتا رو نگران و مضطرب و پرخاشجو کرده و این نگرانی زمانی تشدید میشه که کارن پس از بازگشت از گردش شبانه با جو خبر میده که به زودی ازدواج خواهند کرد. جو و من تصمیم گرفتیم امروز که دو هفته بعد از مدرسه خارج میشیم. چقدر زود؟ این نمی‌شود زود به جو. I don't understand you. It's been so hard building this place up, and now just when we're getting on our feet, you're ready to let it all go right to hell. اما بحران از تنش بین این دوتا شکل نمیگیره، بلکه پایه فتنه کودکانه وسطه. دختری در بین بچه های مدرسه است به نام مری که از دروغوی ابایی نداره، کتابهایی خارج از عرف رو مخفیانه میخونه و دخترهای دیگر رو هم تحریک میکنه. مری بابت دروغ و فتنه تنبیه میشه، اما این تنبیه نه تنها او رو اصلاح نمیکنه که در مسیر انتقام از معلماش قرار میده. خباثت و کینه توزی کودکانه مری او رو به اونجا میرسونه که با الهام از چیزهایی که توی کتاب خونده دروغی درباره لزبیان بودن کارن و مارتا سرهم کنه. دخترک با جور کردن استدلال ها و شواهدی از این سو و اون سو و چسبوندن شواهد و دروغ ها به هم فتنه بزرگی به پا میکنه. او در نهایت موفق میشه مادر بزرگ رو مطمئن کنه و با فرمان مادر بزرگ و هدایت او مدرسه به زودی از بچه ها خالی میشه و اون ملک پر از شور و شوق به خونه ای متروکه بدل میشه با ساکنایی که مردم شهر شکل لولو خورخوره نگاهشون میکنن و هدف زخم زبون و نگاه های مسموم همان. از رهگذره عادی بگیر تا کسایی که تا همین اواخر هم خدماتی به اونها ارائه میدادن. Stop it! I've got 8 fingers, see? And 2 heads. I'm a freak. آیا این دو در نهایت تسلیم سرنوشت میشن؟ Another car's coming. آیا به نظرتون در نهایت دروغ‌های مری برملا میشه و شاهد یکی از اون پایان‌های خوش هالیوودی خواهیم بود؟ ظرفیت آدم‌ها برای تحمل چنین بحرانی تا کجاست و ممکنه اونها رو به چه سمتی بکشونه؟
آیا این شک ها و دروغ ها جایی به واقعیت بدل میشه و ریشه ای در حقیقت داره؟ I think we should separate those girls from Mary. Yes, she's a bad influence. عشق در چه شکل هایی قراره خودش رو به ما نشون بده؟ بعضی از این سوال ها در پایان فیلم هم به جواب روشنی نمیرسه و همچنان در سرتون زمزمه خواهد شد. بریم نیم نگاهی به حاشیه ها و پشت صحنه این فیلم جذاب بندازیم. امروز ساعت کودکان رو فیلمی پیشگام در حوزه مسائل مربوط به لزبیان ها و دگرباشان جنسی به حساب میارن، اگرچه با توجه به مشکلات مربوط به کد هیز، ویلیام وایلر ناچار بود قسمت های عیان‌تر در این رابطه رو از سناریو حذف کنه. اما حتی بعد از این برش ها امروز با فیلمی مواجهیم که مسائلی بنیادی در این رابطه رو با لحنی تلخ به میون میکشه. وایلر برای دومین بار به سراغ این نمایشنامه هلمان میره. او پس از 26 سال تصمیم میگیره فیلم اینسه رو بازسازی بکنه و با توجه به مقدورات زمان تا حدی که امکان داره قصه ای نزدیکتر به نمایشنامه اصلی رو بسازه. البته خیلی هوادارانش هم مثل خودش همچنان فکر نمی‌کردن فیلمی پیشگام درباره مسائل و مصائب لزبیان‌ها داره تولید میشه. شرلی مکلین در سال 1995 در مصاحبه اعلام کردش که در زمان ساخت اونها هیچ ایده‌ای درباره اینکه فیلمی پیشرو درباره لزبیان‌ها و همجنسگرایی ساخته میشه نداشتن. او میگه ما هیچ وقت به ژرفای اون چه در دیالوگ‌های صحنه اعتراف بود دقت نکرده بودیم و حس‌ها خیلی اتفاقی تو صحنه پیش رفت، چرا که حتی در تمرین هم در این مورد با اودری صحبتی نداشتیم و نتیجه علارغم اینها شگفت‌انگیز شد. این رو هم بگیم که نمایشنامه اصلی رو لیلیان هلمان از روی داستانی واقعی نوشته. در سال 1815 دانش آموزی اسکاتلندی به نام جین کامینگ دو معلمش رو به لزبیان بودن متهم میکنه و اتفاق مشابهی برای مدرسه اونها میفته. اگرچه اون دو در دادگاه پیروز میشن، اما با توجه به آسیبی که به زندگیشون وارد شده این پیروزی دیگه پوچ بوده. یکی از سوالاتی که تو فیلم پیش میاد اینه که مری از کجا میتونه رابطه مارتا و کارن رو به اون دقت توصیف بکنه، اونم در حالی که اصلا چنین صحنه ای رو ندیده. این چیزی نیستش که در فیلم بهش اشاره مستقیم بشه، اما با توجه به نمایشنامه هلمن مری اون چه به کارن و مارتا نسبت میده رو از کتابی که در حال خوندنش هست یاد میگیره، کتاب خانم ماپن اثر توفیل گونیه که توش به روابط لزبیان هم اشاره شده. میریام هاپکینز که نقش خاله مارتا رو بازی میکنه توی فیلم اصلی این سه نقش خود مارتا رو بازی میکرده. گفته میشه برای نقش های اصلی هم به کاترین هپبورن و دوریس دی پیشنهاد شده بود، اما در نهایت نقش ها به اودری هپبورن و شرلی مکلین رسید. دو تا پشت صحنه با مزن بگیم که از تلخی ماجرا کم بکنه. ورونیکا کاترایت بازیگر نقش روزالین تعریف میکنه که عوامل فیلم از بچه ها خواسته بودن به شرلی مکلین نزدیک نشن، چرا که او خیلی فوش میداده و بسیار بددهن بوده، اما برعکس این توصیه بچه ها همش دورو میپلکیدن چرا که او خیلی باحال و دست و دلواز بوده. اودری هپبورن سگش آقای معروف رو با خودش سر صحنه میبرده و یک روز ناگهان او گم میشه. او تمام عوامل و نگهبان ها رو برای پیدا کردن سگی که یک ساعت از کانتینر خارج شده بوده بسیج میکنه و در نهایت سگ رو بالای دیواری پیدا میکنن و معلوم نمیشه چطور تونسته بره بالای دیوار. مطابق معمول با تماشای چند سکانس این ولاگ رو به پایان میرسونیم. اگر به اسپویل حساس هستین بهتره که این سکانس ها رو قبل از تماشای فیلم نبینید. شرلی مکلین در این فیلم یکی از بهترین بازی‌های خودش رو ارائه میده و موفق میشه لایه‌های مختلف شخصیت مارتا رو برای بیننده به تصویر بکشه. مارتا به حسی اعتراف میکنه که همیشه همراهش بوده و هیچ وقت اعتراف نکرده، عشق به کارن، اعترافی که موقعیت این دو رو پیچیده تر میکنه. Because I do love you. Maybe I love you the way they said I love you. I don't know. There's always been something wrong. Always, just as long as I can remember. I resented your plans to marry. Maybe because I wanted you. مری دخترک بدجنس ماجرا ابتدا روزالین رو از رسوایی نجات میده، اما تهدیدش میکنه که اگر هر چی میگه گوش نده او رو لو خواهد داد. Isn't that Helen Burton's bracelet, the one that was lost? No, ma'am. It's Rolfe's bracelet.
Now will you get me the money? جو با یک سوال اشتباه که نشونه بی‌اعتمادی او به کارنه، رابطه‌شون رو در نقطه حساس به بن‌بست می‌کشونه. Tell me what you want to know. All right. Is it was it ever Wait by yourself and I will too. I'll be coming back soon. I don't think so. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. بقیه ویدیوهای پلیلیست سینمای کلاسیک رو از دست ندین.